درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میدونم که شما هم دلتون تنگ شده براشون و میریم با هم خدمت پدر هومر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای پاکدلانه به همه فرزندان خوبم در ایران، به ویژه آنهایی که در خیابانهای ایران نام ایران را برافراشتند. بله، ما میخواستیم در رابطه، البته ما قراره که یه سری برای مجموعه برنامه راجع به شاهنامه داشته باشیم با هم، ولی به خاطر حال هوای امروز ایران شما هم خودتون پیشنهاد کردین که راجع به امروز ایران صحبت بکنیم. شما الان حدود 37-8 روز گذشت از این قیامی که مردم ایران، قیام ملی یا انقلاب ملی مردم ایران گذشته، چی میبینین توی این شما؟ آنچه که به روشنی میتوان دید و برای نخستین بار هست میبینیم یک دلیری، یک از جان گذشتگی، یک آگاهی و برتر از همه اینها یک خرد همگانی. آنچه که برخی میگویند که آقا این رستاخیز رهبر ندارد، به باور من کسانی این سخن رو میگویند که هیچ آشنایی با آنچه که در ایران رخ داده است ندارد، نمیشناسند. به باور من نه تنها رهبری دارد، بلکه یک رهبری بسیار بسیار کارآمد و خردمندانه دارد. این رهبری به دست همین فرزندان خوب ایران در درون ایران انجام می شود. یک رهبری، یک خرد همگانی، یک خرد بسیار بسیار کارآمد و کارساز. ولی در کنار این خرد، آنچه که بایسته بود روشنی دیده می شود، دلیری از جان گذشتگی و به بهای خریدن مرگ برای ماندن زندگی. یعنی می رویم مرگ را بخریم که زندگی را پایدار داشته باشیم. من چنین چیزی می بینم و درود می فرستم به همه فرزندان خوب ایران که آبروی ما پیرمردها، پدرها و پدر بزرگها را خریدند. ما به راستی شرمگین بودیم. من به نوبه خود می گویم کاری ندارم با دیگر پدرها و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. من از این که در چنین روزگاری زاده شدم از بودن خودم شرم داشتم، ولی سپاس از شما فرزندان خوب ایران که این شرم را از رخسار من زدودید، به من اون دلیری، اون بزرگواری که بایستی هر مرد ایرانی است رو به من و دیگرانی مانند من بازگردانید. فردا که ما چشم از جهان فرو خواهیم پوشید، با سربلندی خواهیم مرد که ما مردانی هستیم یا زنانی هستیم برآمده از آن خاک. و شما بودید فرزندان خوب ایران، دختران، پسران، نوجوانان و جوانان ایرانی که این آبروی از دست رفته ما رو به ما بازگردید. من از پایگاه یک پدر، یک پدر بزرگ، از همه شما سپاسگزارم. پیشانی بلند همه شما رو می‌بوسم. پیوندی میبینین بین این حرکتی که الان بچه‌ها دارن میکنن با اون چه که در تاریخ ما گذشته؟ ببینید، این الان یه حرکت کاملا نو هست در دنیا. دقیقا همین قسمتش که رهبری نداره، این یه قسمت خیلی به نظر من یکی از برجستگی ها و زیبایی هاشه که یه خرد جمعی داره این هدایت میکنه. یعنی یه دفعه مثلا ما میبینیم همه دانشگاه های کشور با هم دارن یه کار انجام میدن، یا همه جا توی همه خیابونا یه جور میان بیرون، یا یه حرکتی رو انجام میدن، یا بلافاصله تا یه کار قشنگی میبینن همه از هم کپی میکنن و گسترده میشه تو کل کشور. چطور فکر میکنین که، یعنی میخوام ببینیم که آیا در تاریخ ما همچین چیزایی ما داشتیم؟ ببینید، شما واژه نو رو به کار بردید افشین جان، ولی من این رو باور نمیکنم. باور من در یک سرزمینی به 5 سالگی ایران، سرزمینی که بیش از 10,000 سال از فراز و فرود رخدادهای بسیار گذشته است، هیچ پدیده نوآوردی را نمیتوان گفت که اینک این نو است، این تازه است. در روزگاران بسیار کهنه این پدیده کهنه بوده است. این اونچه که امروز در خیابانهای ایران و در شهرهای ایران میبینیم، از دلیری، از این خرد همگانی، از هر اونچه که شما امروز میبینید، ریشه در ژرفای فرهنگ و در کارنامه ایران و در هستی شناسی و در بینش ایرانی دارد. هیچ پدیده نوآوردی نیست.
آنچه که آن را نو نشان می‌دهد این است که برای دیرزمانی به ویژه پس از یورش تازیان به ایران در زیر خاکستر خوابید، ولی این آتش هرگز خاموش نشد. آتشی بود در زیر خاکستر که ما اون رو نمی‌دیدیم، ولی طوفانی برانگیخته شد. کشته شدن ناجوان مردانی این دختر زیبای کردستان، دختر خوب ایران بخشای نازنین، طوفانی به پا کرد که این خاکستر هزارها یا دست کم 1400 ساله از روی این آتش نهفته در زیر خاکستر برداشته شد و این آتش دوباره زبان کشید. امروز زبانهای آسمانسای این آتشی که تا دیروز در زیر خاکستر بود رخ نشان میدهد، ولی این آتش رو ما نیفروختیم. این آتش همواره اونجا بود. این آتش برافروخته شده در هستی شناسی ایرانی و در اون کارنامه ایرانی و در فرهنگ ایران شهری است. من یکی دو نمونه در اون سخنی که گفتم، خریدن مرگ به بهای زندگی. برویم مرگ رو با آغوش باز بپذیریم تا زندگی را به بار بنشانیم. ببینید شاید این دو با هم فهمیدنی نباشند. چگونه میتوان با خریدن مرگ زندگی پدید آورد؟ ولی با افشاندن جان میتوان درخت آزادگی و درخت زندگی را به بار نشاند. کاری است که امروز فرزندان ایران میکنند. ولی آن کاری که امروز میکنند یک پدیده نوآور شاید برای سرزمین های دیگر باشد، ولی نه برای مردم ایران، نه برای سرزمینی با داشتن بیش از 10,000 سال تاریخ و گذر از فراز و فرود رخدادهای بسیار. من دو نمونه به شما نشان میدهم، یکی در اساطیر ایران و دیگری در شاهنامه ایران. ببینید در اساطیر ایران میبینیم که روزگاری فرا میرسد که افراسیاب که نماد خشکسالی است بر ایرانیان چیره میشود و مرزهای ایران را تنگ میکند و برای خار کردن ایرانیان پیشنهاد میکند که تیراندازی از خود برگزینید، تیری رها کند، هر جا که آن تیر نشست آنجا را مرز ایران و توران کند. در اینجا ایزد بانوی، ببینید ایزد بانو، باز هم این بانوان امروزی که آمدند مانند ایزد بانوان. ببینید دختران ایران افسانه های ما رو زنده کردند. ما در اساطیر خودمان همواره از ایزد بانوان سخن گفتیم. ایزد بانو اردویسار آنهیتا، ایزد بانو سپندارمز. امروز همین ایزد بانوانند در خیابان های ایران. امروز همین ایزد بانوانند در دانشگاه های ایران. ببینید پیکر یافت، آن اندیشه به پیکر در آمد. ولی اگر فکر کنیم که این اندیشه را برای نخستین بار ما پدید آوردیم، این سخن درست نیست. این اندیشه بود ولی امروز به کردار در آمد. همون ایزد بانو اردویسار آنهیتا با اون همه زیبایی در پیکر دختران ایرانی رخ نشان داد. ایزد بانو سپندار مز به یاری می آید، میگوید که من کاری خواهم کرد که شما نگران نباشید، من بهترین پهلوان رو به شما خواهم داد. مردی بالا بر میفرازد به نام آرش. چرا؟ برای که همه پهلوانان ایران کشته شده بودند در نبرد با افراسیاب، دیگر مردی نبود هماورد با پهلوانان افراسیاب. ولی مردی به پا میخیزد به نام آرش، که ما او رو نامهای آرش کمانگیر یا آرش شیوا تیر میشناسیم در افسانه های ایرانی. میگوید من تیر رها خواهم کرد. ولی همه نگرانند، کسی او رو نمیشناسد، از میان پهلوانان نامدار نیست. از سوی دیگر ما همه میدانیم یک پهلوان اگر خود رستم هم میبود و میخواست این تیر رها کند، این تیر چه اندازی میرفت به نیروی بازو؟ 200 متر، 500 متر، 1000 متر، 2000 متر. و این میشد مرز ایران و توران. خانه ها تنگ، زیستگاه تنگ و خار شمرده شدن به دست دشمن. ولی آرش چه میکنه؟ آرش به بالای کوه میرود، جامه از تن بر میکند، برهنه میشود، تن میشوید. این تنشویی نشان از خودگذشتگی و نشان از شستشوی همه آن چیزهایی است که ما خواهان آن هستیم. چسبیدن به زندگی. همه را میشوید و نیایش میکند به درگاه دادار آفریدگار
میگوید ای خداوند تو میدانی که مرا چنین نیرویی نیست که من تیر رها کنم برای گستردگی و فراخی مرزهای ایران، ولی من این تیر که رها می کنم تو به نیروی جان من این تیر ببر، جان از من بگیر، به نیروی جان من این تیر ببر تا فراسوی پندار. و چنین می کنم هنگامی که زانو بر زمین می زند و تیر در کمان می کند و رها می کند، افسانه می گوید که پیکر او پاره پاره می شود. پیکرش، چرا که پیمان بسته بود، پیمان بسته بود با آفریدگار که من می خواهم جانم بیفشانم، تو جان از من بگیر و به نیروی جان نه به نیروی بازو این تیر ببر. و دستگاه آفرینش این پیمان نگه می دارد. پیکر آرش پاره پاره می شود، قبار می شود، قبار کیهانی می شود، ولی تیر به نیروی جان آرش می رود و می رود و می رود چندین شبانه روز مانند یک کواپیمای جمبو جت می رود و در آن سوی مرزها هر درخت تناوری می نشیند. ببینید این یک داستان است، ولی این داستان نشان دهنده بینش ایرانی است. چه میگوید این داستان به ما؟ هرگاه که نیاز آمد باید که آرشوار جان بیفشان، جان بدهی، بروی به پیشباز مرگ، مرگ را با تمامی دل بخری برای اینکه بتوانی زندگی را به بار بنشانی. نمونه دوم از شاهنامه را بگویم، سپس تو اگر سخنی داشته باشی به من بگویی. نبردی است میان رستم و افراسیاب، ببخشید اسفندیار، رستم و اسفندیار. اسفندیار شاهزادی ایرانی است، ولی شاهزادی بخردی نیست. شاهزادی است رو این تن، افسانه میگوید که پیکرش یا تنش آهنگونه بود، هیچ جنگ‌ابزاری بر تن او کار نمی‌کرد. از روی نابخردی رستم میگوید که پادشاه فرموده است که من تو را دست بسته ببرم به پیشگاه پادشاه. رستم میگوید آقا پدر تو که پادشاه کشور است و تو که شاهزادی منی، این پادشاهی با کار و کوشش من و پدر من و پدر بزرگ من و نیاکان من استوار بوده است. تو و پدرت پادشاهی خودت را به من بده کاری، اکنون آمدی تا دستانم ببندی؟ خب چرا دست میبندی؟ خب من با تو خواهم آمد. پادشاه فرموده است که من به پیشگاهش بیایم و با هم برویم. میایم، روی چشم میایم، با شادمانی خواهم آمد. اسفندیار میگوید نه، باید که دستهایت ببند. خب بستن دست رستم، مگر میتوان دست رستم بست؟ اگر بتوانیم دست رستم ببندیم، رستم دیگر رستم نیست، و اگر رستم نباشد چه چیزی از ایران بر جای خواهد ماند؟ ایران است و رستمش. و اکنون یک شاهزاده نابخرد آمده است تا دستان رستم ببند، نمیپذیر. ببخشید. سرانجام نبرد درگیر میشود. در این نبرد رستم شکست میخورد، چرا که اسفندیار رو این تن است. هر ضربه ای که او میزند کاریست بر پیکر رستم و رخش او، ولی هر ضربه ای که رستم میزند هیچ کارایی ندارد بر اون تن آهنگونه اسفندیار. سرانجام با تنی خونین پر از زخم میگریزد از میدان رزم. برای این خواستیم با پناه میبرد به خانه پدر، به پدر گزال هست و یاد می آورد پر سیمرغ را. پر سیمرغ را با آتش می کشد و سیمرغ در دم آماده می شود. ولی سیمرغ سخنی می گوید به رستم. می گوید از راه مهر راز سپهر را می خواهم با تو در میان بگذارم. راز سپهر این است: هر آن کس که ریزد خون یل اسفندیار، برا بشکرد روزگار. تقدیر چنین است، سپهر چنین است، کشنده اسفندیار هر کس که باشد
روزگار او را در هم خواهد شکست. اگر زنده بماند از رنج رهایی نخواهد یافت، تا پایان زندگی در رنج خواهد بود، دودمانش بر باد خواهد رفت، خودش، خانوادهش، برادرانش، فرزندانش، همه چیزش را از دست خواهد داد و پس از گذشتن از این جهان در آن جهان نیز در رنج خواهد بود. این سرنوشت کسی است که دستش را به خون اسفندیار بیالاید. اکنون با توست، چه میخوای کن؟ یا دستانت ببند، بگذار دستانت رو ببندد، یا هر چه که میخواهی بکن. خود پیداست که رستم چه میکنه. رستم مرگ را و آن همه رنج را برای خود، پدر خود، فرزندان خود، برادران خود، دودمان خود، این همه رنج و نابودی را میخرند به بهای اینکه آزادگی را از دست ندهد. دستانش را ببند، نگذارد. تیر میگذارد در کمان با همون پر سیمرغ و میزند در چشم اسفندیار. اسفندیار را میکشد. ببینید، آگاهانه میرود به پیشباز مرگ، آگاهانه میرود به پیشباز رنج، شکنجه، ولی آماده نیست که دستانش را ببندد، چرا که رستم است. امروز این فرزندان خوب ما در ایران همون نقش رستم را بازی میکنند، همون نقش آرش شیواتیر را بازی میکنند. این که من گفتم پدیده نو آوردی نیست، آرش برای نخستین بار نیامده است در دانشگاه‌های ایران. این بچه های دانشگاهی هر کدامینشان یک آرش هست. این دختران امروز آرش گونه تیر میاندازند به بهای جان، ولی برای رهایی ایران و برای خریدن زندگی، زندگی نه برای خود، برای دیگران. جان خود میدهد، مرگ بر خود میخرد که زندگی را برای دیگران فراهم کند. یعنی در فرهنگ ایرانی که دیگه ما بهشت و یعنی زندگی پس از مرگ که نداریم، بهشت و جهنم و اینا که بگیم مثلا بعد از شهادت میری تو بهشت. نه نه نه، اصلا سخن از بهشت رفتن نیست. سخن است، ببینید، من گفتم در آغاز، خریدن مرگ است برای زندگی برای دیگران. یعنی هر کسی، فرض کنید اگر من پدر هستم، اگر فرزند، اگر مادر هستم، اگر برادر هستم، اگر همسایه هستم، اگر در یک کلاس همکلاس هستم، جان خود میدهم تا دیگر همکلاسی های من خوب زندگی کنند. کاری به بهشت ندارم. کارش این است که من جان میدهم که تو دوست من افشین بتوانی پیش برم. من پیکرم را برای تو سنگر میکنم تا تو بهتر برزمی بتوانی پیروز بشم. ولی پس از اینکه من مردم، خب مردم، چون من مرگ رو خریدم. من رفتم برای پیشباز مرگ. چه چیزی بهره آرش شد هنگامی که اون تیر رها کرد؟ در کجای این افسانه گفته شده است که آرش رفت به بهشت؟ تنها چیزی که از آرش میدانیم، پس از رها کردن تیر پیکرش تکه تکه شد، تمام شد. آنچه که از آرش به جا ماند، آن بهشتی که آرش با آن پیوست، همین است که امروز من با شما درباره آرش سخن میکنم. همین است که نامش زیبای آرش گردناویز همه کتابهای درسی و رمانهای ما شده است. شده است گردناویز هر زن و مرد ایرانی. این است آن چیزی که بهره آرش شد. نه که برود به بهشت در اون روسپیخانه الهی بخواهد زنبارگی کنه. برای اون زنبارگی ها در روسپیخانه الهی نرفت این کار رو کرد. چرا چنین کرد؟ که تو آزاد باشی، که من آزاد باشم، که خانه من فراختر بشود، مرز من، آبروی من برتر از اون خانه و برتر از اون سرزمین، آبروی من خریداری بشود. یعنی آرش با افشاندن جان خود آبروی دیگران، دیگر هم میهنان خود را خرید. همون گونه که گفتم امروز یک دختر ایرانی هنگامی که سینه سپر میکند و کشته میشود، آبروی مرا میخرد. برای من آبرو میخرد، برای تو آبرو میخرد، برای میهنش، برای پدرش، مادرش، خواهرانش، برادرانش، همکلاسیهایش. ولی اگر در این اندیشه باشیم که میخواهد برود به بهشت، آن بهشت به یک پول سیاه نمیارزد. بهشت همین جاست. کاری که امروز فرزندان ما میکنن
ایران را بهشت کردند. امروز ایران خجسته ترین کشور هست در میان همه کشورهای جهان. من میدانم شما چگونه نگاه میکنی. افشین جان، گفتگوی تو را امروز با استاد جمشید چارنگی شنیدم و چه سخنان خوبی گفتی. من میدانم که همه جهان همازدور شدن تا نگذارند که ما اون پایگاه بایسته خود برسیم. من این را خوب میدانم، ولی این را هم میدانم که امروز خجسته ترین نام در فرهنگ جهانی واژه ایران است. چه کسی این کار رو کرد؟ آن دخترانی که جان سپرد، آن پسرانی که دلیرانه رفتن برای جان سپاری، آنها بودن که این بهای سنگین رو پرداختن، ولی این آبروی بسیار ارجمند رو برای ما خریدن که امروز نام ایران خجسته ترین نام شده است در کران تا کران جهان. خیلی ممنون پدر جان. اگر استفاده کردیم از صحبتاتون، اگر صحبت پایانی دارین در خدمتون هستیم. من تنها درخواستم و تنها امیدم این است که زبانهای آسمانسای این آتش همچنان فروزان بماند تا روز آزادی. میدانها رو رها نکنید. البته میدانم این سخن از زبان من اندکی شرم‌آور خواهد بود که من در سیدنی استرالیا نشسته باشم، فرزندانم رو برانگیزم به جان فشانی، ولی مرا چاره‌ای جز این نیست. اگر نه برای من، برای خودتان، برای که بتوانید فردا پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های شایسته‌تری باشید، امروز خیابان‌های ایران را رها نکنید. همچنان در میدان باشید و بمانید و این بدانید که پیروزی فرجامین از آن شماست. درود خداوند و درود همه ایزدان و درود همه پهلوانان بر شما دختران و پسران و خوب ایران. من فقط میخوام برای اینکه بهتون یه مژده‌ای بدم و اون اینه که من فکر نمی‌کنم که این دوستان ما جوانان برن تو به خاطر اینکه طعم آزادی رو چشیدن. ما هر روز شاهد یه فیلم یا عکس جدید هستیم که نشون میده که چطور دخترها دارن آزاد توی خیابون بدون حجاب، یا امروز یه فیلمی اومده بود که داشت دوچرخه سواری میکرد یه دختری توی خیابون بدون حجاب، و اینها چیزایی بود که ما محروم بودیم ازش. یعنی جوانان ما، نسل ما که کلا محروم بود و جوانانمون هم محروم بودن، و الان دیدن که چطور با یه ایستادگی یک ماه در خیابون تونستن این چیزها رو بگیرن، و این راهیه که تازه اول راهه که همینطوری برن جلو و بقیه حقشون رو پس بگیرن از این حکومت ظالم. ممنون آفره. از حضورتون. آفرین، خواهش میکنم. سپاس افشین جان، سپاس از این که این زمینه رو برای من فراهم آوردید. سپاس از شما استفاده کردیم. تا یه داری بعد، بدرود.